اکثر مردم معتقدند که فرازمینی ها وجود دارند، اما دولت ها اعلام می کنند که چیزی نمی دونند. آیا باید باور کنیم یا اونها چیزی رو از ما پنهان می کنند؟ بنا به گزارش یوگوف، اکثر مردم انگلیس، آلمان و آمریکا معتقدند که در جهان هستی حیات هوشمند وجود داره. بر اساس این گزارش 56% آلمانی ها، 54% آمریکایی ها و 52% انگلیسی ها کاملا باور دارند که در خارج از کره زمین هم زندگی وجود داره. استیون هاکینگ، فیزیکدان و دانشمند برجسته انگلیسی و مدیر تحقیقات مرکز کیانشناسی نظری دانشگاه کمبریج، جستجوی زندگی فرازمینی رو مهیج‌ترین تلاش در علوم قرن 21 توصیف کرده بود. شانس ما برای پیدا کردن فرازمینی ها بسیار اندکه، چون حد زده میشه که در جهان هستی 1 اکتیلیون سیاره وجود داشته باشه. تکنولوژی امروز ما برای بررسی سیارات دوردست و ارتباط با اونها هنوز به قدر کافی پیشرفت نکرده. یا اینکه با فرازمینی ها ارتباط برقرار شده اما دولت ها اون رو از ما پنهون می کنن. 17% از مردم معتقدند که تماس برقرار شده و دولت ها پنهانکاری می کنن. اکثر ما هم معتقدیم که چیزی رو از ما مخفی می کنن. مگه اینکه این همه فیلم و گزارشی که در سطح اینترنت منتشر میشن و اشیاء پرنده ناشناسی که نشون داده میشن همگی ساختگی باشن. وزارت دفاع آمریکا هم بالاخره گزارش خودش رو منتشر کرد، اما چیزی به دانسته های ما اضافه نکرد. در گزارش گفته شده که از سال 2004 تا سال 2021 144 مورد از رؤیت اشیاء ناشناخته در حال پرواز در آسمان ثبت شده و فقط 1 مورد اون شناسایی شده. اون 1 مورد هم یه بالون بزرگ در حال خالی شدن بوده. یعنی 143 مورد اونها شناسایی نشدن. در شاهکار وزارت دفاع آمریکا گفته شده که این اشیاء پرنده ناشناخته ظاهراً فناوری پیشرفته‌ای دارن. در حال حاضر حدود 4000 سیاره فراخورشیدی شناخته شده. در این حال بیش از 2 تریلیون کهکشان در قسمت قابل مشاهده جهان وجود دارند که هر کدوم از اونها ممکنه تریلیون ها سیاره داشته باشند و احتمال وجود زندگی در هر کدام از اونها بسیار زیاده. همچنین این احتمال وجود داره که همچنان که ما به دنبال اونها هستیم و سیگنال هایی رو به فضا ارسال می کنیم، اونها هم در جستجوی ما باشند و سیگنال هایی رو می فرستند که تکنولوژی فعلی ما قادر به دریافت اونها نیست. در مورد وجود فرازمینی ها بسیاری از اخترشناس ها معتقدند که فقط به این دلیل که هیچ سیگنالی از طرف اونها دریافت نکردیم، نمیشه وجود فرازمینی ها رو انکار کرد. جون تی هورنر، متخصص نجوم، به وجود حیات فرازمینی کاملا اطمینان داره، اما میگه که فضا به طور باور نکردنی وسیعه و در چند دهه گذشته فقط دونستیم که هر ستاره سیارات خودش رو داره. جون تی میگه که کهکشان ما، یعنی کهکشان راه شیری، تخمین زده میشه که تا 400 میلیارد ستاره داشته باشه. اگه هر ستاره فقط 5 سیاره هم داشته باشه، ما فقط در کهکشان خودمون 2 تریلیون سیاره خواهیم داشت. این متخصص نجوم معتقده که با توجه به وسعت کیهان، به طور قطع زندگی فرازمینی وجود داره و اثبات اون بسیار شگفت‌آور خواهد بود. یکی دیگر از متخصصان علم نجوم به نام استیفن تینگای هم معتقده که در جهان صدها میلیارد کهکشان وجود داره که از میلیاردها ستاره و سیاره تشکیل شدن و نمیشه باور کرد که عناصر لازم برای حیات فقط در سیاره زمین وجود داشته باشه. تینگای میگه که در حال حاضر تلاش بسیار زیادی برای جستجوی تمدن‌های فرازمینی در حال انجام و ارتباط با اونها
بسیار مهیج خواهد بود. ربکا آلن، کارشناس فناوری فضایی، هم معتقده که فرازمینی ها وجود دارند، اما اونها احتمالاً شبیه ما نیستند. اون میگه که فضا بسیار گسترده است و پیدا کردن دنیاهای دیگه کار دشواریه، چه برسه به این که یکی از اونها شبیه زمین باشه. ربکا معتقده که میلیاردها سال طول کشیده تا زندگی پیشرفته در زمین توسعه پیدا کنه و احتمال کمی وجود داره که یک گونه فرازمینی مشابه خودمون رو پیدا کنیم و اونها احتمالاً شبیه ما نخواهند بود. باید گفت که همه دانشمندان نسبت به موضوع وجود تمدن فرازمینی خوشبین نیستند، از جمله مارتین ون کراندونک، متخصص نجوم، که با توجه به بی‌نتیجه بودن تلاش‌های انجام گرفته برای پیدا کردن تمدن‌های بیگانه، وجود اونها رو منتفی میدونه، اما باز هم میگه که شاید یه روز بتونیم بفهمیم که همسایگان بین سیاره‌ای نزدیک داریم یا اینکه واقعاً تنهایی. همچنان که گفته شد، جهان بسیار وسیعه. برای درک وسعت جهان کافیه بدونیم که اگه بتونیم با سرعت نور حرکت کنیم، 100,000 سال طول میکشه تا فقط بتونیم از کهکشان خودمون خارج بشیم. حالا اگه قبول کنیم که تمدن‌های فرازمینی پیشرفته‌ای در سیارات دیگه وجود دارن، آیا تماس با اونها برای ما مفید خواهد بود؟ بسیاری از دانشمندان برجسته از جمله استیون هاوکینگ معتقدند که من و شما بهتره که با بیگانگان ملاقات نکنیم. اما چرا؟ هاوکینگ گفته بود که اشکال دیگر زندگی به احتمال زیاد در بسیاری از نقاط جهان وجود دارند. این عالیه. مگه اینکه تمدن بیگانه تصمیم بگیره از منابع سیاره ما استفاده کنه تا جایی که سیاره ما رو نابود بکنه. هاوکینگ هشدار داده بود که اگه ساکنان دنیاهای دیگه به زمین برسن، عواقب اون ممکنه شبیه عاقبت سرخپوستان به هنگام ورود کریستوف کولوم به آمریکا باشه. یعنی عاقبت خوبی نخواهیم داشت. شاید هشدار هاوکینگ باید جدی گرفته بشه، چون عمر زمین ما حدود 4.5 میلیارد ساله، اما سیاراتی وجود دارن که عمر اونها حتی بیشتر از 12 میلیارد ساله. یعنی اگه تمدنی در اونجا وجود داشته باشه، از نظر توسعه علمی و تکنولوژیکی حداقل 3 برابر ما پیشرفته تر هستن و اگه نیت سو داشته باشن، میتونن براحتی زمین ما رو تسخیر کنن. به هر حال برای برقراری تماس با فرازمینی ها 2 راه بیشتر وجود نداره. یا باید تک تک سیارات رو جستجو کنیم تا اونها رو پیدا کنیم، یا اینکه فرازمینی ها ما رو پیدا کنند و خودشون به سراغ ما بیان، یا شاید هم از خیلی وقت پیش ها آمده اند و تماس برقرار شده اما دولت ها پنهانکاری میکنند، مگه اینکه بخوایم رؤیت این همه بشقاب پرنده ها رو انکار کنیم؟ نظر شما چیست؟ موفق باشید.